با ادامه درس های گذشته ما که در رابطه با امواج الکترومغناطیسی صحبت کرده بودیم و گفتیم که امواج الکترومغناطیسی چی ضررها داره و چی خصوصیات داره ان در فصل هفتم این کتاب ما ما در رابطه با ضررهای انواج... امواج, امواج الکترومغناطیسی صحبت میکنیم که بالای کدام کدام عضو بدن ما تاثیرات زیاد داره و در اصل باعث میشه کدام کدام عضو بدن ما اخلال درش به وجود خوب خب دوستان خیلی ما میخوایم که درباره فواید نماز گفته بودیم که جلسه ما تمام شد و گفتیم درباره درباره فواید نماز صحبت میکنیم بدن انسان گفتیم دارای امواج الکترومغناطیسی است یک عالم به نام یوری و عالم آمریکایی بود استاد پنتون آمریکا در سال 2000 بالای یک سلمندر که یک مانند چلپاسک است که زبانش دو نوک داره برای این تحقیقات میکنم وقتی که تحقیقات میکنم یعنی یک کاسه ای از باشم ما دوستا به شما رسمش کنم یک کاسه ای از آب قرار میده یک کاسه یا ظرف از آب قرار میده وقتی که یک ظرف از آب قرار میده در ای, ای آب البته آبم آب سودیم کلوراید است یعنی آب چی است سودیم کلوراید است یعنی آب نمک تام است وقتی که سلمندر در ای قرار میته دوستا وقتی که سلمندر در ای قرار میته ای باعث میشه که چی کنه البته وقتی که دو الکتروده که از جریان برق دی سی می باشه وقتی که در اینجا وصل میکنه یک الکترود یک الکترود مثبت و یک الکترود منفی را وقتی که وصل میکنه ای باعث میشه دو دانه پیشش می باشه یعنی دو دانه کلان پیشش می باشه که یکیش در اصل مرده می باشه و یکیش هم زنده می باشه وقتی که می بینه که چلپاسک مرده رو وقتی که می هیچ کدام موجه در خود آب تشکیل نمیشه هیچ کدام موج در خود آب تشکیل نمیشه و وقتی که چل که مرده را پس میکنه و چل که زنده را قرار میته یا امی سلمنده را زنده را قرار میته این باعث میشه که چی کنه در چهار اطراف خود از امی آب در اصل چی میشه موجها ها تشکیل میشه موجها ها تشکیل میشه یعنی این دفعتا متوجه میشه که چرا موج در چهار اطراف از تشکیل میشه بالاخره ای پیدا میکنه که خود بدن انسان دارای امواج برقی است یعنی در اصل دارای برق است و این برق در اصل خاصیت شی است وقتی که هر قدر ما عکس العمل های زیاد انجام بدیم هر قدر کارهای زیاد انجام بدیم هر قدر محیط در محیط های آلوده از امواج الکترومغناطیسی قرار بگیریم این باعث میشه چارش های مثبت در بدن ما زیاد شود و امواج الکترومغناطیسی شدیدتر تشکیل میشه در بدن ما که ما به نام میدان مغناطیسی یاد میکنیم به نام میدان مغناطیسی یاد میکنیم مثل که در درس های گذشته به شما تعریف کردم امواج الکترومغناطیسی در چهار اطراف چارچ های متحرک یا چارچ های برقی چی میشه البته ایجاد میشه چون برق چارچ داره امواج الکترومغناطیسی در چهار اطرافش ایجاد میشه خب دوستا بعد از او ای عالم یوری پیدا کرد که این امواج چه قسم ما دفع کنیم این امواج یگانه راهش که ما باید دفعش کنیم در اصل چی است وضو گرفتن است یعنی با آب سرد باید ما وضوع بگیریم غسل کنیم تا این امواج از بدن ما چی البته خارج شود و همچنان وقتی که ما به طرف قبله استاد میشیم این امواج الکترومغناطیسی بدن انسان با امواج کروی یا میدان مغناطیسی زمین منطبق میشه وقتی که منطبق میشه در اصل باعث میشه که انسان آرامش پیدا کنه خب بالای 15 دخترهای امو پانتون البته یوری تحقیقات انجام داد دخترها در وقتی که البته عادت ماهورشان می باشه هیچ نوع موج الکترومغناطیسی در چار اطرافشان ایجاد نمیشه یعنی از خاطر اونها هیچ البته چی هستک هیچ نیاز ندارن که باید نماز بخورن و همچنان در حالت مریضی باید هی دخترها یعنی عکس العمل های خود البته عصب های سمپاتیک و پاراسمپاتیک برعکس میشه یعنی سمپاتیک برعکس عکس انجام میده و پاراسمپاتیک برعکس انجام میده پس از همین خاطر اگر اینها نماز بخوانن بر لاوی ازی که چارج های مثبت ها چی کنن دفع کنن چارج های مثبت در اصل چی میکنن چاگوزین میشه برعکس میشه در اصل پس از همین خاطر یا باید نماز نخوانن و هیچ نیاز ندارن به نماز و دوستا رسیدیم به فواید نماز که نماز در اصل چی فواید داره وقتی که ما الله را یاد می کنیم از قلب الله را یاد می میکنیم خداوند در مقابل ازی به ما چی توفه میده یا در اصل چی خصوصیات داره خود نماز خواندن که ما الله را یاد میکنیم و این فواید در بدن ما شما چی میشه زیاد میشه یا البته به ایجاد میشن در قدم اول وقتی که ما به طرف قبله استاد میشیم به طرف قبله استاد میشیم ما احساس آرامش میکنیم احساس آرامش یعنی چه قسم احساس آرامش یعنی به این معنا وقتی که ما به طرف قبله ایستاد میشیم امواج الکترومغناطیسی بدن ما با امواج الکترومغناطیسی زمین منطبق میشه وقتی که منطبق شد ما آرام میشیم حجره حجره ما آرام میشه در اصل کارکردهایش درست میشه خود مغز انسان دارای امواج الفا پخش میکنه که مغز انسان دارای پنج نوا موج بود که انشالله در درس های بعدی یا در سمستر سوم در بیوفیزیک ما میخوانیم که موج دلتا است تیتا است الفا اس بیتا است و گاما است کی حالت‌های بدن انسان را تشکیل میده پس موج الفا پخش میکنه موج الفا در اصل باعث میشه که چی شه البته انسان آرامش شوه آرام شوه وقتی که در رابطه به یک چیز آ، آ، فکر میکنه او را زود پیدا کرده می‌تواند. زود در اصل چی میکنه البته او به او به او مقصد خود به او هدف خود میرسه یعنی مغز انسان آرام میباشه درست می‌توانیم ما تفکر کنیم دومه دیگه دوستا تحقیقات نشان میده که 20 الی 30 درصد در وقت نماز خواندن 20 الی 30 درصد یا فیصد البته باعث میشه که خود از لخته شدن خون جلوگیری کنه یعنی خون نسبتا رقیق می باشه با تمام عضو بدن چی میشه کنه البته جریان پیدا میکنه یعنی نماز باعث میشه که از از چی البته از از لخته شدن خون جلوگیری کنه و وقتی که ما به طرف قبله استاد میشیم و ای که رکوع میریم و سر ما از قلب ما پایینتر میشه وقتی که پایین میشه مقدار جریان خون به طرف مغز زیاد میشه وقتی که به طرف مغز زیاد میشه باعث میشه که مغز درست برش مواد غذایی برسه پس او باعث میشه که چی شه البته او نارمل کار کنه خوب کار کنه خب و دوم دیگه دوستان ما میگیم در امی حالت ما میگیم تمرکز انسان زیاد میشه چرا مغز خودش امواج الکترو در مغز در اصل امواج الفا پخش میکنه و این باعث میشه که خود بدن انسان تف... یعنی انسان تفکرش زیاد شوه اگر شما در زندگی روزمره تان اتفاق بر شما افتاده باشه که شما در, در اصل وقتی که کدام چیز را گم کرده باشین و دفعتا وقت نماز باشه و شما برای نماز خواندن استاد شوین وقتی که شما نیت بسته میکنین و به طرف قبله استاد میشین و شروع میکنین به نماز خواندن دفتا یادتان میاد که من فلان چیز در کدام قسمت از جای ماندیم و این باعث میشه که چی البته دوباره یعنی این کدام حالت این او حالت است که تمرکز انسان زیاد میشه و همچنان دوستا وقتی که در وقت سجده ما وقتی که نماز میخوانیم اینطور نباید نماز بخوانیم که فقط مثل مانند یک مرغ الله, الله اکبر الله اکبر الله اکبر فقط ما باید چی کنیم بسیار با دقیق اگر وقتی که ما رکوع صحیح میریم وقتی که ما رکو میریم یعنی پشت ما توری باید ما, برکو با با خود خم کنیم که یک گلاس آب وقتی قرار بدیم چپا باید نشه پس در این حالت ما میتونیم بگیم دوستا که هیچی خاصیت داره؟ این خاصیت داره که باعث میشه که امی از دسک کمر ما نجات بیافیم یعنی باعث از بین رفتن دسک کمر میشه که اکثریت دوستای ما بل خصوص خانم ها دوچار دسک کمر میشن و اگر ما رکوه صحیح بریم هیچ وقت به دسک کمر چی نمیشه مبتلا نمیشیم خب دوم دیگه دوستان ما میگیم امی که ما به طرف قبله استاد میشیم و در یک قسمت مت... تمرکز میکنیم که اونم قسمت یعنی پیشوری خود ما سایل میکنیم ای اگر ما امو یک نقطه را ببینیم یا چون سنت هم است که باید تو در نماز و طرف طرف نباید ببینیم تو باید یک قسمت را ببینیم این باعث رفع نزدیک بینی چشم میشه یعنی هر کسی که نزدیک بینیش در اصل چی است البته مشکل داره نزدیک نمیتونه ببینه پس در وقت نماز خواندن باید در یک نقطه تمرکز کنه یک نقطه را متوجه باشه ای باز باعث, باعث میشه که چی البته نزدیک بینی به نزدیک بینیش از بین بره و همچنان دوستا نماز چیزی است که افسردگی را استرس را گم می کنه اگر هر چقدر خسته باشیم اگر هر چقدر ما مشکل داشته باشیم یا استرس داشته باشیم از کار راه روزمره یک وضوع با آب نسبتا سرد و دوم دیگه چی کنیم البته تمرکز در نماز خود چیزی را که ما می خوانیم باید در امو عمیقا داخل شویم و ای باعث میشه که چیش البته استرس ما گم شوه و ای باعث میشه که مغز ما امواج الفا پخش کنه و ای باعث میشه که افسردگی ما درمان شوه یگانه راه نجات از افسردگی نماز است که نماز باعث میشه که استرس و افسردگی را از بدن انسان دور کنه و همچنان دوستا خود نماز باعث میشه که هورمون البته میلاتونین چی کنه افزایش ده. و وقتی که ما شب البته وقتی که ما به خاطر نماز بلند میشیم باعث میشه که اف افزایش هورمون میلاتینین در بدن افزایش پیدا کنه یعنی وقتی که ما نصف شب میخیزیم به نماز تعجد میشینیم هیچ کسی در چار اطراف ما نمی باشه و ما فقط تمرکز ما با چیزی که ما می و به الله ما است در این حالت ای باعث میشه وقتی که هورمون میلاتینین افراز میشه و این باعث میشه که چی البته استرس بدن گم شوه وقتی که استرس گم شد یعنی در اصل باعث میشه که چی البته یعنی اخلالات خواب دور میکنه زیادتری از اخلالات البته استرس ها و افسردگی ها باعث میشه که چی شوه از اخلالات خواب به وجود میاد که اخلالات خواب در اصل چی میکنه گم میکنه و همین که ما صبح وقت بر نماز صبح بیدار میشیم در اصل باعث افزایش هورمون کورتیزول میشه یعنی هورمون کورتیزول اونمو هورمونی است که به خاطر افزایش چی البته انرژی بدن به خاطر ازی که بدن دوچار کار شوه دوچار فعالیت شوه پس هورمون کورتیزول چی میشه البته ترشح میشه و ای باعث میشه که هورمون کورتیزول وقتی که افزایش یافت ترشح یافت بدن انسان درست کار میکنه در اصل کسل نمی باشیم در اصل روحیه شاد می داشته باشیم باعث میشه که ما چی شیم البته روحیه ما شاد باشه از امو که میگن وقتی که نماز و صبح وقت نخوانی چهره شان نورانی نمی باشه وقتی که نماز و صبح بخوانی چهره شان نورانی می باشه در اصل چی است هورمون کورتیزول چی میشه البته افراز میشه و همچنان دوستای عزیز وقتی که ما به سجده میکنیم این سجده باید طوری نباشه که یعنی الله ها اکبر الله ها اکبر به ای شکل نباید باشه ما حد عقل باید 5 الی 10 ثانیه در سجده باید ما چی کنیم البته الله را یاد کنیم یعنی ما باید از 5 الی 10 سانیه باید چی کنیم سبحان ربی الا باید بگویم یعنی ای باید طول بکشه چرا امواجی که از خود امواج الکترومغناطیسی که بدن ما از محیط گرفته این توسط نوک بینی و توسط پیشونی از بدن چی میشه خارج میشه و یکی از علایمی که نوک بینی ما در اصل غضروف است اینمی است که امواج چارج های مثبت در اصل از بدن ما زود خارج میکنه چرا زمین دارای چار چارج منفی است و بدن ما دارای چارج مثبت میشه پس یکی دیگر چی میکنن جذب میکنن پس از طریق بینی ما و از طریق پیشانی ما خارج میشه و البته مستحب هم است که وقتی که ما سجده میکنیم اول باید نوک بینی وصل شد و بعد از او باید پیشانیم و این یکی از علت است که این باعث میشه که چارج ها درست تر چی البته خارج شو از بدن ما و همچنان دوستای عزیز وقتی که ما در جلسه میشینیم وقتی که حتی را میخوانیم در این حالت وقتی که بعضی از انسان ها هستند که خیلی دق دقیق در نماز خود می باشند. و وقتی که نماز دقیق میخوانند پسی باعث میشه که چی البته، باعث میشه که عمیقا داخل شوه وقتی که داخل شوه پس انگشت راست خود وقتی که بلند میکنن که در اشهد ان لا اله الا الله رسول الله در وقت وقتی که بلند میکنن ای باعث میشه که از چی از 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 سکته های قلبی نجات بده انسان از سکته های مغزی نجات بده انسان و مسئله دیگه دوستا وقتی که مردها پای خود پنجی خود قات میکنن وقتی پنجه انگشت کلان پای خود قاط میکنن در وقت نماز این باعث میشه که از دسک کمر انسان چی کنه نجات بده و هزارها فواید دیگه دارن دوستا که ما شما عاجز هستیم ما نمیفهمیم ولی نماز باید به با وقتش و با دقت خوانده شوه خب دوستان عزیز رسیدیم به موضوع بعدی ما که این فصل ما در رابطه با قوه ها بود و درباره کتلک صحبت می کردیم پس این در رابطه با کاربرد قوه ها در بدن که چند نوع ما قوه داریم در بدن ما در اصل در بدن دو نوع قوه داریم یکی قوه های داخلی بدن است یکی قوه های خارجی بدن است قوه های داخلی بدن در اصل ما میگیم کدام قوه است ما میگیم قوه های داخلی بدن که بالای بدن در قسمت داخل و بدن تاثیرات داره قوه جاذبه است قوه برقی است قوه هستوی است در بدن که باید در بدن چی میکنه البته اثر می تاثیر میکنه و قوه های خارجی در بدن که از قوه استاتیکی است و قوه دینامیکی است که قوه دینامیکی در اصل باز عضوش بس بخشش البته در قوه داخلی عضو بدن هم میشه که مثلا خون با چی مقدار یا با چی میکانیزم حرکت میکنه که ما قوه داخلی هم میگیم ولی اکثرا در قوه خارجی بار میره یا به شمار میره قوه استاتیکی ما با کدام قوه میگیم یا استاتیک در اصل اونمو علم یا بخش از فیزیک است که تعادل اجسام را در حالت سکون چی میکنه مورد مطالعه قرار میده یعنی استاتیک در اصل اونمو بخش از فیزیک است که تعادل اجسام را در حالت سکون مورد مطالعه قرار میده و دینامیک ما میگیم در اصل یا به نام علم القوه یاد میشم تعادل اجسام ببخشید هر از حرکت اجسام و علت آنها بس میکنه که یک جسم در اصل با چی با چرا حرق حرق وقتی که حرکت میکنه و با چی علت داره که حرکت میکنه که یک موضوع را باز ما در سمستر نهم به نام هیمو داینامیک میخوانیم که در اصل هیمو خونه میگه و داینامیک هم در اصل رفتارش حرکتش و علتش بیان میکنن که در خود قلب ما شما است و همچنان دوستان عزیز رسیدیم به جز اولش که قوه جاذبه است که قوه جاذبه در بدن انسان چی تاثیرات داره قوه جاذبه در اصل ما میگیم در بدن انسان تاثیرات زیاد داره دوستان قوه جاذبه را وقتی که ما اگر قوی جاذبه نباشه یعنی بدن انسان در اصل درست کار نمیکنه درست رشد نمیکنه پس می این نکته قوی جاذبه را میخوانیم که قوی جاذبه در اصل در بدن انسان چی تاثیرات دا داره قوی جاذبه زمین ما میگیم در اصل اونم قوی است که از طرف خود زمین بالای اجسام وارد میشه و تمام اجسام به طرف خود چی میکنه میکشانه خب دوستای عزیز این قوه که از در اصل چی خاصیت داره در بدن انسان چی خاصیت داره در بدن انسان در اصل ما میگیم امی خود خون وقتی که حرکت میکنه امی خود خون وقتی که حرکت میکنه حرکتش به کدام طرف است یعنی خون وقتی که از قلب خارج میشه در اصل حرکت میکنه و دوباره دوباره بالاخره برخلاف اق... البته جاذبه حرکت میکنه یعنی خون به طرف بالا حرکت میکنه که به مغز برسه و جاذبه دوباره او را به طرف چی پایین کش میکنه یعنی در اصل این باعث میشه که خود جاذبه اگر امی خون نباشه یعنی فشار در قسمت های پایینی زیاد فشار خون و فشار خون در قسمت های بالایی نسبتا کم باشه. و چی خاصیت داره دوستان یعنی فشار،, فشار خون در قسمت های مختلف از بدن چی میکنه البته فرق میکنه یک مسئلهش مسئله دیگهش وقتی که خون به طرف بالا میره و این جاذبه به طرف پایین کش میکنه خاصیت دیگهش این است که باعث میشه که مد و جزر در خود رگ ها به وجود بیاره یعنی مد و جزر چه قسم دوستا اگر ما بگوییم که این یک رگ است یک رگ است وقتی که خون از قلب وارد شیریان ها یا وارد رگ ها میشه ای باعث میشه که وقت با کدام فشاره که وقتی که وارد میشه ای باعث میشه که چیش البته ای باعث میشه که امی خود رگ ها منقبض و منبسط چه وقت که منقبض و منبسط میشه در اصل در خود خون مد و به وجود میاید که اینمی مد و جذر باعث میشه که حرکت خون باشه که خون حرکت بتا به طرف کجا به تمام عضو بدن حرکت بتا اگر این مد و جذر تشکیل نشه خون حرکت کرده نمیتوانم خب دومه دیگه دوستا تاثیرات قوه جاذبه در شکل گیری استخوان ها اگر دوستا قوه جاذبه نباشه استخوان های ما شکل درست نمی داشته باشه شما این تحقیق کنین دوستا کسایی که در فاقد جاذبه یا در اصل در جاذبه کم زندگی میکنن یعنی در در بلندی ها زندگی میکنن یا در اصل ببینین استخوان هایش نسبتا پهن پهن میایند قدشان نسبتا کوتاه می آید پس این تاثیرات چی از دوستا تاثیرات جاذبه است که جاذبه در شکل گیری استخوان ها رول داره این که ما بدن منظم داریم این که ما البته اسکلت منظم داریم در اصل چی است از برکت همین جاذبه است کی جاذبه باعث میشه که چیش البته اسکلت بدن ما را درست کنه و همچنان باعث میشه که اسپوکی استخوان جلوگیری کنه که در سلاید بعدی انشاءالله به شما مورد مطالعه قرار میدیم مسئله بعدی اتصال خود جاذبه باعث اتصال بین سلول ها میشه سلول هایی که در بدن وجود داره ای باعث میشه که با هم دیگر در ارتباط باشن اگر امی جاذبه نباشه یعنی عضلات ما مانند عمود تکیه که شل میشه یا در اصل همونطور شل قرار میگیره اون رقم میشه یعنی جمع نمی باشه استخوان های ما رو در اصل چی نمی کنه؟ در اصل اینطور مستجم نمیسازه مستحکم نمیسازه در اصل اینطور نمی پیچانیشه. یعنی استوار نگاه نمیکنیش، در اصل شل می باشه اگر شما مثل که یک 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 یک, یک، لباسه ایتور بدون ازی ای که در داخل از چیزه باشه بانه که تو کود شوا به این شکل یعنی هیچ عضلات استخوان ها مفاصل با همدیگر دیگر در, در ارتباط نمی باشن یعنی در اصل با همدیگر متصل نمی این در اصل قوه تاثیرات تاثیرات قوه جاذبه است و حتی باعث استحکام و افزایش رشته های عضلاتی میشه امی قوه جاذبه است که در اصل باعث رشد انسان میشه اگر قوی جاذبه نباشه انسان هیچ گار رشد نمیکنه رشد بسیار بطیر میکنه ناسا یک, یک در اصل یک تجربه را انجام دادن یک تحقیق انجام دادن در اصل 16 تا امی شلند یا مارمولک که برش میگن شلند در اصل میگیرن دم های زیر قطع میکنن و این روان میکنن به کجا به فضا و بعد از یک ماه وقتی که میبینن وقتی که دوباره پس می میبینن که خود این دمهاشان نسبت به البته می دم هایشان که برده البته نسبت به خود البته می شلند بسیار کم رشد کرده یعنی در حدود بسیار کم یعنی یک بار البته یک بار چی البته رشد کرده یعنی در اصل اگر جاذبه نباشه رشد نمیکنه انسان در اصل عضلات رشد نمیکنه اگر مثال خوبی از رشد بتیم دوستان شما ورزش های پرورش اندام اگر دیده باشین ورزش های پرورش اندام ببینید ما یک وزن از زمین میوردانیم تحت جاذبه و باعث میشه که بدن ما رشد کنه خوب اندامای بسیار بزرگ بزرگ ما میسازیم ولی گپ چی از دوستا اگر این جاذبه نباشه ما هیچ رشد درست کرده نمیتوانیم خب دوستا به نقطه آخری یزی دوستا که ما در رابطه با جاذبه صحبت کنیم جاذبه در اصل از موی سرشرو تا البته شست پا تاثیرات داره که انشالله تاثیرات بعدی یزی در جلسه بعدی به شما مورد مطالعه قرار میدیم تا جلسه بعدی شما را به خداوند پاک و یک تا خداوند یار و مددگارتان